بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان. روباری دشمن که میشن گردنشان رو بزنن، گردن زنن افغانستان. از این خبر نکن که دشمن روبرو میشن گردن شما رو میرن و شما گردن او رو دین. از او هم کده صحابه شما رو حال و صحابه و بلا، ولی زود بگم ما نشان بکنیم. حال کف رسول الله سلام ذکر الله، ذکر الله. این حدیث امام مالک، امام احمد، ابن حنبل، ترمذی، ابن ماجه روایت کردن و محدثین هر یک از اینا میگه صحیح، شیخ البانی هم میگه صحیح. سعی کنید که چقدر ذکر الله درجه داره. البته جهاد که فرض کفایی باشه، ولی جهاد که فرض عین بود باز گفت جداست. باز اوجا فرض است که انسان در جهاد شرکت کنه، ولی ثوابش در صورتی که جهاد فرض کفایی باشه ذکر الله رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار درجه بالا داره. و عن عبدالله بن یسر قال جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال ای الناس خیر. عبدالله ابن یسر میگه که یک عربی باند نشین و سرانشین کوچی نشین هم میگفتن پیش رسول الله صلی آمد، گفت کدام اعمال بهتر است؟ ای الناس خیر، کدام انسان ها بهتر است؟ این در بین مؤمنین بهترینشان کدام است؟ فقال رسول الله صلی آمد، گفت خوبا، خوشحالی با لمن، بر کسایی که طال عمره، که عمرش دراز باشد و حسن عمله، عملش نیک باشد. یعنی کسای ام مؤمنین بهترین هاست که عمرشان دراز است ولی اعمالشان مطابق اسلام است، اعمال نیک انجام میده. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که حالا یا رسول الله ای الاعمال افضل، ای رسول الله کدام عمل بهتر است؟ بیشتر به کدام مردم و اون مردمی که عمرش دراز باشه و عملش نیک باشه، اینا بهترین هاست. ولی اگه عمر دراز بود عمل بد بود باید بدترین هاست. بعد از این پرسان کرد که کدام اعمال افضل است، بهتر است. پیامبر صلی الله علیه و آله برشان گفت که ان تفارق الدنیا، این که از دنیا جدا شوی، برای یعنی مرگ بیا و لسانک رب من ذکر الله، زبان تر باشه به ذکر الله، یعنی با زبان ذکر الله را بگویی. از دنیا بیرون شوی در حالی که ذکر الله در زبان جاری باشه، این عمل بهترین عمل است. رواه احمد و ترمذی صحیح حدیث است، امام احمد ترمذی روایت کرده است. و عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی و تحرک بی شفتاه. رواه البخاری. امام بخاری یک حدیث صحیح روایت میکنه. ابو هریره میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که الله میگوید، حدیث قدسی است، انا مع عبدی، من به امرای بنده خود هستم، نصرت کمک و همه چیز. اذا ذکرنی، وقتی که مرا یاد میکنه، و تحرکت بی شفتا، به خاطر یاد من زبانش حرکت، از دو لب شور میکنه، لبهایش حرکت میکنه. یعنی اینجا ذکر چیست؟ با زبان، زبان باید شور بکنه. ذکر که طریقه مسئولی نکنه قرآن میکنی باید لب زبان شور بکنه. یکی اگر کمی از ذکر قلبیش، ذکر قلبی در دی سهی منه دیدیم، ذکر قلبن باشه با زبان نباشه، زبان شور بکنه. اگر تا خودش خود است، اگر صوفی ها از پیش خود یک چیزا جور کردن نیست، اینایشان شور میکنن، تو شورت میکنه، یه قلب ما ذکر میکنه، خودش چپه، همیشه خستت میزنه، این روان حاجت به زبان نیست. حتی بعضی ها را دیگه دقیقه جاهل است که در نماز سال میشه زبان شور نمیکنه، اما تو چپه در دل خود میخوانه سورت فاتحه و دیگه سوره ها را کنش مخالف را حدیث او و همی صوفی ها که هست همشان ذکر قلبی دارن، نه؟ یعنی ذکر لسانی، ذکر قلبی.
در حالی که بیشتر حدیث هم امام محمد ترمذی گفت که یا انت فارق الدنیا و لسانک رب بذکر الله، و حدیث دیگه است که لا یزال لسانک رب بذکر الله، میشه باید زبان تر باشه به ذکر الله، زبان شفتا و لبهایش باید شور کنه، قلبن هم متوجه باشه که چی میگه، صرف اینه که در زبان بکتر هایی قلبن نمی فهمه چی میگه. اینا به احادیثی که بهترین ذکرها را بیان کرده است، کدام است؟ کدام اذکار را ما بگوییم؟ عن سمورتا ابن جندب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن اربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سمورت ابن جندب می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که افضل الكلام بهترین سخن بعد القرآن بعد از قرآن و هو من القرآن، در حالی که سخن هم از قرآن است، یعنی در آیات قرآن وجود دارد، اربعون چهار کلمات است، لا یضرک ضرر به تو نمی رسانه، یعنی باقی ندارد، به ایهن بدعت بر یکیش که آغاز کردی صحیح است، به هر یکی از کلام شروع کنی صحیح است، بهترین کلام است، کدام است؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، همین چهار کلمات اسناد صحیح است. و امام بخاری الفاظ شکر است، قال البخاری افضل الکلام اربع، امام بخاری میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که افضل الکلام بهترین کلام چهار کلمات است، یکی سبحان الله، دوم الحمد لله، سوم ولا اله الا الله، چهارم والله اکبر، یعنی بهترین کلام چهار است. و پیشتر گفت که بعد از قرآن و اینم از قرآن بهترین سخنی که دهن انسان بیرون میشه. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. رواه الترمذي. ابو هريره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود كي ما بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر امي ذكر بقول والله رايت سمياتكم احب الي محبوب ترس بما مما طلعت علیه الشمس، تمام چیزی که آفتاب به او طلوع میکنه، یعنی آفتاب به بالای چی طلوع، به بالای زمین و آسمان، کل جهان که به ما بهتر است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این حدیث هم شیخ البانی میگه صحیح است، امام ترمذی، ابو کثیر بن ماجه و غیره اهل سنن این تو احادیث آورده است. و در صحیحش امام مسلم روایت میکند انا بزر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال شد ای الکلام افضل، کدام سخن بهترین است؟ قال گفت ما اصطفى الله لملائکته، آن کلامی را که الله را انتخاب کرد به ملائکاش که ذکر الله را به او کلمات بکنن، یاد الله را، و چی است؟ سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، این گفتن بهترین کلام است. و در حدیث بخاری میاد سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، که بسیار حبیبتان عند الرحمن، پیش رحمان ذات بسیار محبوب است، خفیفتان علی اللسان، با زبان بسیار سبک است، و ثقیلتان عند المیزان، در ترازی اعمال بسیار ثقیل است و بسیار وزنین است. حدثنا موسی الجهنی قال حدثنی مصعب ابن سعد عن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لجلسائی ایعجز احدکم ان یکسب الف حسنه. مصعب ابن سعد از پدر خود روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله برای رفیقای کسی که در مجلس شش تا بود، بر از اونا گفت که آیا عاجز میشه یکی از شما که کسب بکنه هزار نیکی را، هزار نیکی را در این مجلس شما بنیس بیاریم، عاجز هستی؟ یکی از صحابه سوال کرد کیف یکسب، چگونه کسب بکند احدنا الف سنه، یک ما هزار نیکی را چه قسم؟ قال گفت رسول الله صلی الله علیه و آله یسبح احدکم مئة تسبیحه، تسبیح بگوید یکی از شما سبحان الله یا سبحان الله و بحمده صد بار، صد تسبیح تکتب له الف سنه، صد بار که گفت بس نوشته میشه هزار ثواب، و تحبت عنه الف سیئه و دور کرده میشه و از این هزار گناه، حتی در یک حدیث دیگه میگه بندازی هزار گناه کی میکنه از شما، هزار گناه دور میشه و هزار نیکی نوشته میشه.
بیام حدیث حسن و صحیح الوانی هم میگه صحیح سمان ترمیزی رو باید کرده ایست و امثال از این شاید حوادیس بیام بمیپسند از که به هزار نیکی را در یک مجلس کی میتونه به نصف یه را و هزار گناهش محو شد سبحان الله بگویم و سبحان الله و بحمدی و سبحان الله العظیم عن انس ابن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بشجرة یابسة ورق فضربها بعصاه فتناثر الورق انس ابن مالک میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به درخت خشک تیر شد که امو برگاش خشک شده بود فضربها بعصاه بعصاه خود امید درخت زد فتناثر الورق و امید برگاش کلش چیزش ریخ برگا ریخ وقتی که زد به امرای اصحاب الله و قال ابو رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الحمد لله بدون شک الحمد لله و سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر لتساقط من الذنوب میریزاند گناه ها را کما تساقط ورق هذه الشجره مثل که میریزه برگای میدره این همی کلمات که با عقیده توحید مو قسمی که هست میکیسه اصلا معنیشان برتر میدونه وقتی که را یاد میکنه یک مؤمن گناهش مثل که برگ درخت میره زمین تو گناه از این میره زمین و این حدیث هم امام ترمذی روایت کرده و شفرمانی میگه حسن حسن است یعنی به این مقبول العمل است عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر به و هو یغرس غرسا فقال یا ابا هریره ما الذی تغرس ابی هریره میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر میشد در حالی که من میگه یک نهال میشاندم من را دیگه که ای ابا هریره من لدی تغرس چی است که تو غرس میکنی در زمین میشانی چیست خود تو میگه من گفتم غراسم یک نهال است برای من حالا میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم علا ادل لکه آیا تو را خبر ندم علا غراسم خیر لکه من هذا به یک نهال که ذکر بهتر است ثوابش بسیار بالاست او را نگویم حالا میگه گفت که ابو هریره میگه من گفتم بلا یا رسول الله بله نشان بده با ما کلامت قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة سبحان الله والحمد لله ولا امیره که بگوی یغرس نهال شانده میشود و هر یک امی کلمات یک درخت در جنت یواز هر یک امی کلمه یک درخت در جنت بر تو جور میشه امی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر که میگیم یه حدیث ابن ماجه رو باید کرد اربانی اربانی میگه صحیح است و دیگه اهل سنن هم رو باید کرده نیست سعی کنیم که در هر یکیش یک درخت در جنت سبحان الله و یک حدیث دیگه هم به درجه اصلا میاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر میده جبرئیل که جنت که است با درخت نداره متو خالی است برای مؤمن اول و اینمی ذکر شما که است باغ ازور است درخت های ازور زیاد میکنه چقدر که شما ذکر میکنید خصوص سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر کلمات میگه حدثنا محمد بن بشر قال سمعت هاني بن عثمان عن امي حميصة بنت ياسر عن جدتها يسرى يسيره و كانت من المهاجرات از به مادر کلان خود یسیره روایت میکند حالا مادر کلان صحابی میگه حالا لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه رسول الله به ما گفت یعنی به ما زنها علیکن بالتسبیح با بالا شما ضرور است تسبیح سبحان الله بگوید و تحلیل لا اله الا الله بگوید و تقدیس و پاکی الله را بیان کنید و عقدن بالانامر و به انگشتایتان عقد کنید یعنی به این انگشتا الله را یاد کنید و اینهن مسئولاتون زیرا این انگشتای دستان که از این سوال میشه مستمتقاتون و از اینا گپ گرفته میشه و اینا گپ میزنن در روز قیامت و لا تغفلن غافل نشوین فنسین الرحمت پس رحمت الله را فراموش میکنید یه حدیث هم ترمذی روایت کرده و شیخ البانی حسن یعنی خب الله را ذکر میکنیم حال بسیار حدیث برتان گفتم ولی بعضی ها را ببینید یکم تا چیز خسای خورما را گرفته بعضی سنکلا را میگیرن بعضی تصویه چیز دیگه را میگیرن در حادیث میاد که رسول الله صاحب خودش ذکر میکرد با امی دستای خود میگرد با بندای دست و صحابه را هم خانما را هم بود که تجمی کردهای تان ذکر الله را بکنه
احادیثی که می آمده که خسته های خورما بودن و یا سنگچل های ریزه بودن سنگک های خور یک کلش ضعیف هست، یک حدیث منکر هست، دیگاه ضعیف هست، صحیح حدیث وجود ندارد که این چیزا بوده باشد. بعد با دستان یاد کردن اینا تسبیح گرفتن چطور در ذکر جایز هست یا نه؟ بعض علما میگه که ردش کردن میگه خوب نیست و بعض میگه اگر یه وسیله بدانه که یادم بیاد اگام تا میگه تسبیح که در دستان باشد همین ذکر یادم نمیرم انشاءالله را یاد میکنم و این را یک چیز ندانه نگوید که زنجیر پیامبر سامد یا در این ثواب هست در این خود را ثواب نگوید باز میگم که جایز است والله اعلم. اما یکم تا که میگه تصویه این تو مردم رو بازی میتایید بخید حتی از بود از اون اون باشد که چیز جب نکرد تصویه نداشت خود رسول الله سلام تصویه شکرات پایی پنشتایی پردن یه حال آدم هایی نکتن جویه که خود عدد سفر دارد. خب این بود سبحان الله و الحمدلله، ولی سبحان الله معنی از این چیز آکس الله سبحانه و تعالی عمّا یشركون، سبحان الله عمّا یشركون. الله در قرآن میگه پاک است الله از اون کسایی که اینا شریک میگه. سبحان الله که این کلمه توحید است، همه انواع شرک رفت، یعنی الله معبود واحد است. سبحان الله پاک است از اینکه دیگه معبود به انواع شرک ذاتی است که حقدار عبادت و بندگی است، دیگه هیچ کسی به انواع از این حقدار عبادت و بندگی نیست و ذاتی است که اطاعت از این میشه، هیچ کسی مثل ازی نیست که اطاعت از او هم شود یا پایینتر از الله باشه که اطاعت از او شود و همین قسم فرمان رواست حلال کننده و حرام کننده اشیاء در زندگی ما. توی سبحان الله میگی به این معنی که من حلال و تحریم و تحلیل هیچ کسی قبول ندارم، یا الله فقط تو را فرمان روا و فقط تو را حلال کننده و حرام کننده در زندگی ما قبول کنه. سبحان الله که میگی قانون گذار در زندگی ما الله است، یعنی غیر از قانون تو دیگه هیچ قانون قبول ندارد. دموکراسی، سکولاریسم، کمونیسم، کافر و نظامهای کفری را بیزار است. خود این معنای شنی است. اگر کسی سبحان الله با باز قوانین کفری را تعریف کرد و دموکراسی و غیره شان داد، دروغ میگه، دروغ. یا سبحان الله میگه از غیر الله مدد میخواه، از قبرها و مرده ها را میره مدد میخواه، یا از خطر و غیره. کسی سبحان الله سیدی، سبحان اللهی که هیچ کس حاجت روا و مشکل کشا در مافوق اسباب وجود نداره، هیچ قانون گذار در زندگی ما برای الله نیست، سبحان اللهی منش و بینمی عقیده باید سبحان الله بگوید، زبانت و قلبت باید یک قسم باشه، باشه که به زبان میگی قلبت تصدیق کنه، در عمل باید تصدیق شد. الحمدلله جمعنا تماما صفات الوهیت مختص به الله است، صفات الوهیت اله و معبود بسیار الله صفات های بسیار زیاد دارد، ولله الاسماء والحسنى الله نام های زیاد دارد فادعوه بها، شما الله را به می نام ها یاد کنید. الحمدلله تماما صفات تعریفات ثنا خوبی ها مختص به الله است، هر خوبی زیبایی که ما در یک کسی می بینیم و از جانب الله است. پس صفات کمال، صفات الوهیت، یعنی که عبادت شوا، اطاعت شوا، رکوع شوا، به او سجده شوا، تعظیم شوا، این کل شمختر باید. پس وقتی که تو الحمدلله میگی همه انواع شرک رد میکنه، اثبات اخوی توحید، انواع اقسام شرک، شرک در ربوبیت، به روزی دهنده و متصرف در کائنات الله است، حقدار عبادت فقط الله است، صفاتی که الله داره هیچ کس به امرش شریک نیست، مثلا عالم الغیب است، هیچ کسی غیب نمیفهمه بغیر از الله. و همین قسم تشریح کننده و تحریم، یعنی حکم کننده در زندگی انسان ها فقط الله، این صفات ها مختص به الله. و انواع و اقسام شرک، شرک در الوهیت و شرک در ربوبیت، شرک در دعا که از غیر الله مدد نمیفهمه، پس الحمدلله تمام اقسام شرک باید رفت، همین عقیده را داشته و لا اله نیست هیچ معبود حقدار عبادت و بندگی و اطاعت بغیر از الله، اله لا اله الا الله یا مثال معانی و سیده کل اسلام به اله و الله اکبر، الله از هر چیز که را بزرگتر است، از هر چیز که را بزرگتر است.
فرش ما بهش که سر تعظیم پایین نمی کنیم بغیر از الله، بغیر از دستور و فرمان الله. این همی قسم الله و یاد سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر الحمدلله تمام نعمت های جانب فرش یا الله خاص به این الفاظ و به این عقیده و انسان بسیار ارتباطش با خالق محکم قلب زبان باید موافق باشه. این باره که به زبان سبحان 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 گفته را ایسی تذبیه هم در بسید نامش گناه است که باید اسلام یاد نمیدی، نه نماز است، نه دعوت است، نه مبارزه علیه فساد و کفر و شرک اینا دیگر تذبیه هم در بسید یکام تا در ما یک دفعه در خاناقا میره سبحان الله خلاص باز روی که مشکل خلاص فایده نداره. معنی زیر باید جلوش در صلات فجر سکن رسول هستم ذکر هم میشه میکرد بسن بعد از نمازهای صبح میشه در نماز رو میخوان جابر نیسان رو میگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول هستم بود از صلات فجر جلسه وقتی که نماز رو میخوان میشه که مصلاح در جای نماز حتی قبل شمس حسنه تو تا خوب آفتاب خوب روشن میشه تا خوب آفتاب روشن میشه رسول هستم میشه و ذکر الله را انجام میداد بعد از که در جای نماز میشه تا آفتاب روشن میشه خراش شدید حد اصلا سما قال خود لی جابر اکن تا تو جالس رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اینه مرد باز جابر گفتم باید شیشتا بودید با رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بیره زار وقت با رسول الله صلی اللہ لا يقوم من مصلى بود رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة نمازش صلى فيها الغداء في نماز سوى بيخان حتى تطلع الشمس تنك أفضل قلوب حتى لأن السيدة يس كسي نماز سوى بيخان حتى جاء في الشمس تنك أفضل قلوب ولا ترك نماز بيخان فبعد الصواب حج وعمره دعوة مش يقع جاء 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 وهي حديث سيدة فإن طلع قام رسول سلام وقتی که آفتاب طلوع میکرد استخاف میشه از رسول سلام همیشه این کار میکرد و این حدیث هم صحیح است ان جابر قال قال رسول سلام افضل ذکر لا اله الا الله جابر میگه که رسول سلام فرمود بهترین ذکر لا اله الا الله یعنی در ذکر سلام جمله کامل باشه لا اله الا الله نیست معبود بر حق بغیر از الله و افضل دعا بهترین دعا الحمد لله دعا بیوزی نماشا و شهر رحمه حسن است و یک حدیث دیگر که رسول سلام می فرماید یک ذکر دیگر هم و زیاد است من بعض شاورده می فرماید که افضل ما قلت بهترین چیزی که ما گفتم و النبیون من قبلی انبیای که پیش از ما گفت لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير و این حدیث هم شهر رحمه در سمیه است یعنی بهترین چیزی که من گفتم کلمه مردم با شما یه چهار کلمه میگن خب یکم الفاظ دیگه هم در اون کم زیاد وجود داره خلال ذکر که جمله کامل باشه و در وقت ذکر الله را قسمی که در حدیث صحیح میاد انت عبد الله کانک ترا قسمی الله را عبادت که الله را میبینی یا الله تو را میبینی دیگر تصور دیگر چیزا نمیبینی تصور فقط الله باشه ولی طریقه یا خرابی چیز میگه پیر تصور کنه اون پیرت میگه در ذهنت باشه این شرک شد ها تو الله رو یاد میکن یا پیرم یه در تصور پیر باشه این ذکر با شرک قلب کردن تصورت انتا عبد الله انتا انک ترا الله را قسم عبادت تو که او را میبینی اگر فا ایلم تکن ترا اگر او را نبینی فا او یراب الله تو را میبینی اینال کسایی که اینکه ذکر میکنند یا مثلا یا چند دفعه میگن لا اله الا الله بعد از او الا الله میگن بعد از او الله میگن نه الله 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 الا الله الا الا باز بله الله او میگن الله او الله او بله او او انا او میگن این ذکر هست یا هیچ ذکر نیست ذکری که در قرآن حدیث باشه نیست هیچ ثبوت نه در قرآن هست نه در حدیث حتی بدات هست اینا رو سر کنید یک ذکر اگر که رسول هستم برد نگفت هست توش خود ایجاد میکنی و ما حدیث این مسلم هست من عمل عملم لیس علی امرنا فهو رد کسی عمل رجور کنه که به او
دین و مانش او مردود است. من اختصر بی امر نهازه تشیدات کنه در دین مایی ما آن اخوال و سخن و عقیده را لیسه منه که صافت نیست در دین او ردن پس او مردود است اوش قبول نیست و حتی بدات است. رسول الله می فرماید یاکو مختصات الامور چیزایی که نو در جین در دین هست ما نگفتیم او را خدا نگاه کنید در دین چیزی دیگر از پیش خود پیدا نکنید و این کل محدثت بدعه هر چیزی که نو ایجاد میکنید بدعه هست و کل بدعه دلال و هر بدعه گمرایی است و کل دلال هست نو و هر گمرایی در آن باشد. سکر شکل اسلام این تیمیه با سرم کسایی که ذکر مفرد یعنی الفاظ مفرد آورده رب میکنن میگه فهمه اسم مفرد مظهرن یک اسم مفرد که ظاهر باشه الله الله گفتن او مزمرن یا مزمر باشه مثل هو هو فهذا لیس مشروعی فی کتاب و لا سنت این مشروع نیست نه در کتاب الله و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله ولا هو مقصود ایضا این منقول هم نیست انا حد من سلف الامه یکی از سلف امت از کلام صحابه هم نقل نشده ولا ان آیان الامت المقتدا و نه از بزرگان امت که اقتدا به او شده یعنی از ائمه دین از امی امام ابو حنیفه رحمه شافعی مالک از یوم الله هو نقل نشده هر کدامی همی کسایی که خانقایی هستن نه ذکر هم در مسجد نمی کنن در خانقا خانقا خودش کنن حالا از پیش خود یکی دیگه جور کنن ذکر الله در مسجد یاد الله در مسجد میشن الله مساجد هم میگه یوت کرو فیها نام الله در مسجد ذکر میشود خانقا جور کردن و باز او که میگوید این میفرماید شیخ الاسلام و این نماله ای جدی قوم من گلال متأخری میگه این لحجه الله وره کسایی کشی گمراه های متأخری کسایی که علمایی که پسان آمدن و گمراه کرد اون خود شیخ الاسلام در قرن 8 تیر شده ایست حال نوچ قرن 14 است 700 سال پیشی گفت هم بگم میگم متأخری میره پیدا این 700 سال پیشی گفت هم بگم گمراه های متأخری پیدا کرد و رو به ما اتفاق این حال شیخ مغروب که بعض وقت خوابیداری میکنن حالت صفت یک شیخی را مغروب است و گلوش شده ایست مثل ما یروا عن شبلی شبلی یک عالم بود از روایت میکنه انه اوکان یکیلو الله الله میگه شبلی میگفت که الله 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 حال یکم تارا ببینیم میگه خدا را یاد کن چطور میگه بگو الله 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 یکم تارا بیسر پیدا در میالت مرگ میباشنی مردم بچه میگه الله الله بگوی الله الله غلط هست الله الله خیلی رسول هستم لا اله الا الله لا اله الا الله تنها الله نیست سبحان الله والحمد لله والله اکبر الله خالی نیست الله اکبر این چی دارم فقیل لهم برش گفته شد که لما لا تقول لا اله الا الله سکر می به شیخ شبلی گفتن که چرا لا اله الا الله نمیگی صرف الله میگی میگه او گفت که اخاف ان اموت بین النفی و الاثبات می ترسم که در بین النفی و اثبات نمرم نفی چی لا اله این نفی اثبات الا الله میگه تو نشه که ما بگویم لا اله نفس برای مردمی بین الله نرسم چی معنا؟ یعنی تو کنی که ایمان لا اله معنی که هیچ معبود برحق نیست یعنی الله را نفی کرد هیچ معبود برحق نیست نیست گفتم فعلا شد باز در ایل الله نفس برای ایز ایل الله شد گفتن اتانه خب 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 ای خب میگه که میگه این تو گفت واضحی من ذلات شبلی بعد از میفرمن یکی از خطاهای شیخ شبلی است التي تغفر له او شیخ شبلی که الله میگه این رو باشد لست ایمانی و قوت وجدی و غلبت حال رو حالا قسم یک یک بار شده و این دوکان ربا ما یه جن و یزهب بیه لازم بدم مارستان بعض وقت میگه این میگفت که جن با بالاش میره به مارستان یک جای میبره و یک کپو لحیته و بعض وقت میگه ایش خودم کل میکن همیشه میگه جن مره فلانا جا برد
ولو اشیاء من هذا الباب. یعنی تو گفا زیاد داره، یعنی هم خطایش هم هجمونی خطایش مر جن بر ریش خلال تعلیمی کن التي لا يجوز الاقتداء به فيها، جایز نیست اقتداء کردن که دهی کار ما اقتدایش هم. چرا و این کانا معذورا او محجور، هر که معذور است یا محجور است، فإن العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله، زیرا بنده اراده کند که بگوید لا إله إلا الله و ما تقبل کمالا، بیشتی که تکمیلش کنه بمره، مثلا لا إله بمره لم يضر و ذلك شيء، بیشتی به ذره نمیرسن، کدام به ایمانش نقصان نمیرسن. چرا؟ بخاطر که نیت شمید که بگوید و الله مچین نیت شم پورا میکنم، هدف شمید کلمه توحید بود، ولی الله برش وقت نداره در هیچ کدام ضرر این نیست، ولی از پیش خود استنباط کرده بود که اگر لا اله الا الله بگم نشوه که تو این یک استنباط غلط بودن و یک فهم اینا درست بودن. بعد از اون می فرماید که بعضی شیخ میگه صوفیاس میگن که لا اله الا الله للمؤمنین، میگه لا اله الا الله برای کسی است که مؤمنان آم مؤمن و الله کس للعارفین، الله بودن برای کسی است که عارف بالله، یعنی بسیار الله را میشناسد. باز چی میگه؟ و هو هو، یعنی الله را به کلمه هو یاد کردن للمحققین، کسایی است بسیار محقق است و اندرش شما ایلی خوبی خیلی، در حالی که رسول الله هم میفرماید که افضل ذکر کلمات لا اله الا الله با امت خودی نتعلم دار، این میگه عارف بالله خود محققی کسیم، این صوفی ها میگه پا میگه با مریدای خدا و رو با ما اقتصر احبون که خدمت یا خود جماعتی علا الله الله، بعض وقت در تنها یا در جماعت می باشه الله گفته میره یا هو هو گفته میره، یا ای تو میگه یا هو یا هو یا هو ای تو میگه، یا بعض وقتی تو میگه لا هو الا هو لا هو الا هو لا هو الا هو ای تو ذکر میکنم. و ربما ذکرم بعض المصنفین، بعض المصنفین در طریق فرسی بگن تارتن میگن که وشت برش میان یا جذبه میان، بعضی وقت میگن که یک رای از، بعضی وقت میگن خب یک نقل مکذوب، یک هم دلائل دروغ اصول نقل میکن، مثلا از علی رزانو روایت میکنم که میگه علی رزانو گفت که رسول هستم به من گفت که وقتی که الله را یاد میکنی الله خوب و سیده فکر الله الله الله، یکی که الله را گفتی ذکر شد و سیده فکر الله الله، در حالی که یکی سه چیز علی رزانو دروغ هست هیچ ثابت نیست، بلکه و اینما کان تلقین النبی، بعد از این فرمان تلقین النبی سوسن به ذکر معصور و رأس ذکر لا اله الا الله، رسول الله سوسن با امت خود تیر تلقین کرد و حتی سوال حدیث دیگه سید که لقم و موتاکم لا اله الا الله، با مردهای تانم لا اله الا الله را برشان تلقین کنیم، الله را نه تنا الله یا تنا او را، و این کلمه ایست که رسول الله سلام دیده به کاکای خود ابی طالب پیش کرد شیخ الاسلام میگه و قال گفت یا عم ای کاکای من قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله کلمتون احاج لک بها عند الله، یک کلمه را بگو که من پیش الله و شفاعت تو را کنم و بحث بکنم که الله تو را ببخش، بل از اون گفت که قل لا اله الا الله نه قل الله پیش الله نه حدیث ایسما، قال رسول الله می فرمد من کان آخر کلامی لا اله الا الله، کسی آخرین سخنش لا اله الا الله باشد دخل الجنه در جنت داخل میشه، لا اله الا الله این دمی زبانش جاری شد و مرمش کرد این در جنت می روه، و کسایی که در وقت مرگ کلمه توحید در زبانش می روسا کم کسا، و حدیث دیگه است رسول الله می فرمد و من ما تا و هو یعلم ان لا اله الا الله، کسی که بمره عقیده داشته باشد غیر از الله دیگه معبود نیست دخل الجنه، و قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، رسول الله صلی الله علیه و آله امر شده که با مردم بجنگیم تا این شاهدی بدن ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، و لا حدیث کثیره، پس حدیث بسیار زیاده، پس سعی کنیم شیخ الاسلام ابن تیمیه بسیار الله تعالی دل زیاد داره و هر گپی را با دلایل میگه، بازی بحث میکنم میکنم بعد میگه کسی بگه که از شیخ بسطامی روایت هم فلانه شیخ فلانه مولوی گفت، میگه و این در نظام رد و الى کتاب و سنت، در وقت نظام میگه بازگشت ما به طرف کتاب و سنت هم در کتاب الله حدیث رسول الله موجود نداره، اگر کسی جنجال داره بیقید جنجال ما را پیش میکنه به کتاب الله و سنت رسول الله،
دلالله به قرآن میگه به انتنازاتون پیشین، اگر شما اختلاف کردین در چیزی از امور دین، اصول یا فروعی دین، فردوه الالله و رسول، بازگشتش بکنیم به کتاب الله و رسولش. پس در کتاب الله نه هو است، نه الله هو است، نه دیگر. مثل که یک کسی یک وقت کتاب نشته کرده بود، باز همی او ظلمه یا قرآن نشته کرده بود، قرآن پاک با زبان روان داری بازی صرف ترجمه را آورده بود، الفاظ نا آورده بود. بازو بسم الله چی بود؟ ایتو گفته بود یا هو هی 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 و هی های من، بسم الله یا هو هی 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 و هی های من. بازو یک ملائکه آمد این کتاب هم آمد را دیتو کرده بود. این یکی از کلمات دلالتش هم می بود، پس یا هو هو و الله و الا الله و الا جفا، چیزی که از رسول الله ثابت است، معنایش یاد بگیر. و قرآن میگه که اوز و رب و قضار هم بخفیه، جایی که رسول الله میگه بلند بگوین بلند، جایی که میگه آیستا بگوین آیستا، تام اوقات آیستا ذکر خفیه است، مگر در جایی که از رسول الله بلند ثابت باشه، مثلا نمازای ایدهی دیدن که به طرف نماز اید می روید، یا دید قربان که پسان میاد تا پنج روز همیشه از الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر والله حمدی رو میگید، جایی که بلند غیر از که بلند نیست کفیه گفتن میشه و با معنا و با مفهوم. چیزایی که طریقایی ها جور کردن متاسفانه که مخالف قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و الله به ما شما توفیق بده که همیشه الله را یاد کنید و شما فضیلت ذکر و الفاظ زیر پا میدین همیشه بگوین، و چقدر که انسان به این عبادت ها ادامه بوده و همیشه الله یادش میباشن و از گناه نجات پیدا میکنن. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب.